محمد افتخار آفرینش، جهان معرفت دریای بینش، پناه پادشاهان و امیران، چراغ خلوت روشن ضمیران. شما حقوق خواندید و آمدید و به ریاست شهرسازی و مسکن کار میکنید، فکر نمیکنید کمی در تضاد است این مورد؟ در جنگ هم من تخصصی نداشتم. وقتی یک هدف خود تعقیب میکردید، اگر معماری ها یا ساخت و سازی هم که در مقابل شما میبود رحم نمیکردید برشون، همه چیز از بین میبردید، اگر پل بود، اگر پلچک بود، اگر ساختمان بود. حالی که شما در این مسئله کار میکنین و میخواین خدمت بکنین از طریق دولت خود بر افغانستان، فکر نمیکنید کاری را که انجام میدادید اشتباه محض بود؟ بیشتر عملیات هایتان در کجا بود؟ در مقابل آمریکایی ها بود یا مقابل ارتش خود افغانستان؟ هدف اولی ما نیروی خارجی بود، اما نیروی خارجی طوری جنگ رو مدیریت کردن که خودشان به هدف دوم مبدل شدن. یک مسلمان، یک برادر، یک هموطن در مقابل هم قرار میگیرن، با وجودی که کلمه میگن در مقابل هم قرار دارن، آیا کشتنشان رواست؟ بله. ادعای وجود داره که امارات اسلامی دست نشانده آیسای پاکستان است. در دوره کمونیست ها همین اتهامات زده میشد، چنانچه که شما همین آلی هم در میدیا تصاویر دکتر نجیب را که ببینید، او مجاهدین او زمان را متهم میکنه به عرب ها، متهم میکنه به پاکستان، متهم میکنه به ایران. دیدگاه شما رو میخواییم داشته باشم در مورد هنرمندان، چه زن چه مرد، مثل آقای فرهاد دریا، خانم آریانا سعید. هنرمندی که هنرش به بیراه کشاندن جامعه باشه، او هنر گفته نمیشه، او فتنه گفته میشه. ما او رو فتنه میگیم. در حکومت شما جا خواد داشتن در وطن خود زندگی بکنن؟ اگر جا دارن به چه شیوه‌ای باید باشن؟ هر کسی که ندامت بکشه اسلام دیگه به او کار نداره. همین فعلا ما ضرورت داریم که علم گستری بکنیم، معارف علم رو بسازیم. کیها جناب اکبری صاحب؟ برای زن و مرد؟ بله، برای زن و مرد. پس متاسفانه در حکومت امارات اسلامی همچه چیزی نیست؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز، امیدوار است مال و احوال شما خوب باشه و روزگارتان بخیر بگذره. من تمیم سعیدی هستم، در سلسله پادکست های خود در خدمت شما. همچنان عرض تسلیت دارم برای هموطنان هراتی ما و از درگاه خداوند منان برای شهدا بهشت برین و برای بازماندگانشان صبر و استقامت و برای مجروحان شفا می طلبم. خدا کنه که این حادثه المناک سپری شده باشه و دیگر شاید اینطور حادثات دلخراش نباشیم. و همچنان در این برنامه مهمان عزیزی دارم از دیار هرات باستان، که متاسفانه ولایتی که در این روزها غم بسیار بزرگی را بر سینه داره و عمل میکنه. مهمان ما جناب اکبری صاحب است و از هرات تشریف آوردن و افتخار بودن را در کنار ما دادن. اکبری صاحب محترم، شما خیلی خوش آمدید به پادکست ما. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد. خدا نامش سرآغاز کلام است که در اسماء زیبایش سلام است. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و عرض ادب و ارادت و احترام محضر بیننده های گرامی و ملت قهرمان و حق برور افغانستان عزیز. و جا دارد که من هم به نوبه خود این حادثه تأسف بار و المناک که در هرات رخ داده است، به تعداد زیادی از همشهری های ما، هموطنان ما در اونجا جان های خود را از دست دادند یا زخمی شدند، متاسفم. برای بازماندگانشان و همه ملت افغانستان به خصوص و به ویژه ملت هرات عرض تسلیت و داشته باشم و از خداوند متعال استدعا داریم اینکه شهدای ما را مورد مغفرت خیش قرار داد و همچنین زخمیای این حادثه را شفای عاجل برای از اون استدعا می نماییم. بسیار خوب، تشکر از اینکه شما دعوت کردید. سلامت باشین، خیلی خوش آمدین.
و جناب اکبری سوی پیش از این که بریم به پادکست خود و پادکست شروع بکنیم، به حرمت گذاری به شهدای ایادسه علمناک، میخواییم که قرائت چند از آیات قرآن کریم از طرف شما داشته باشیم تا روح و روانشان شاد باشه. بسیار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. بسیار تشکر جناب اکبری صاحب عزیز، خدا ان روش و داره شاد و آرام داشته باشه. خوشحال هستم اکبری صاحب شما را در کابل میبینم. چطور شد به کابل آمدین و چندمین بارتان است در، البته پس از آمدن امارت اسلامی، چندمین بار است به کابل آمدین؟ فکر میکنم پنجمین بار ما است که در کابل آمدیم و هر بار بخاطر ضرورت به مسائل اداری آمدیم یا دعوتی بود از دوستان، طرف دوستان، یا ای که مشکلات اداری بوده که ای بار نیاز بوده. از زلزله خو نگرفتیم؟ نه متاسفانه، من خو اطلاع نداشتم از زلزله، هیچ کس اطلاع نداشت. درست. و وقتی که آمدیم اینجی باز صورت گرفت. با دعوت دوستان آمدیم، یک پروگرام بود در مرکز تربیه پلیس کابل مربوط به وزارت محترم داخله. در اونجا یک مراسمی بود که 14 دور فراغت محسنین و پانتون بود، در اون مراسم شرکت کردیم. بسیار خوب. اکبر صاحب، آنچه که شما را بیشتر به شهرت رسانده یا محبوبیتی که دارین ترانه‌خوانی بوده. بیاین در شروع از این داستان برای ما بگوین که چطور به ترانه‌خوانی رو آوردین و از کجا شروع کردین، ترغیبگر شما کی بود؟ یک قصه کوتاهی داشته باشین. بله، من ترانه‌خوانی رو بعد از این که وارد سنگر شدم شروع کردم. بسیار. ما یک بخش کوچک فرهنگی داشتیم در سنگر که او عبارت از مجله بود و فعالیت های اجتماعی در مساجد یا در منبرها بود، دعوت میکردیم مردم رو به خاطر توجیه کار خود، و نیاز بود که ما در این بخش هم فعالیتی داشته باشیم. باز بر این شدم که یک تعدادی از ترانه هایی که اونا در همین موضوع و حماسی و انقلابی و جهادی بود، اینا را جمع‌آوری بکنیم و بالاخره تعداد نشید های حماسی بسازیم که اونا مؤثر باشه. باز
در زیر مجموعه همین فعالیت‌های فرهنگی خود یک قسمت رو امیر رو در نظر گرفتیم که بگیریم. ابتدا البته من خودم قصد خواندن نداشتم که بخونم، ولی که چون ضرورت بود این موضوع و فرد مورد نظر رو پیدا کردن نتونستیم، بعدن که ما رفتیم در یک استودیو آقایی که در اونجا بود آهنگساز بود، ما برای ازو گفتیم که در جلسه برای ازو گفتیم که ما تعداد نشیدهای جهادی میخواییم بسازیم، برای شما ممانعت نداره، چون میدونید که این مسائل در اون زمان یک کمک محدودیت های وجود داشت. خب اونا فرمودن که نه مشکل نیست، ما میسازیم برایشتان. گفتیم سیز پس ما یک خواننده رو پیدا میکنیم که صدای خوب داشته باشه باز اینا رو بخونه. و جالب است که آقای شیبانی نام داره ایشان که آهنگساز هستن، برای دوست من هستن، باز افغان هستن؟ نه خیلی ایرانی هستن. فرمودن که شما چرا تست نمیدید؟ من گفتم من کمی در قرائت خواندن یا سرود خواندن در دوران نوجوانی در مکتب یا مدرسه تجربه داشتم، ولی از اون زمان تا حال دیگه تست ندادیم که آیا میتونیم بخونیم یا نه. به خاطر از این بود که در مورد تکنیک های آوازخوانی رو من بلد نبودم. درست. بعدا اونا اصرار کردن که شما یک تستی بالاخره پشت میکروفون برین داخل اتاق رکورد تست بدین. واز ما رفتم اونجا تست دادم و اونا بلافاصله پسند کردن، گفتن شما میتونین، شما شخصیتی که شخصی که مورد نظر از شما خودتون هستین بخونید. بازی شد که تعداد نشیدها رو ساختیم، ولی در اون زمان من نمیفهمیدم که اینقدر تأثیر داره. درست. بعد از اینکه اونا نشر شد، یک اولی، دومی، سومی و آلبوم دومی که به نام ملت افغان بود نشر شد، دیدیم که بسیار مورد توجه قرار گرفت و مورد پسند مردم واقع شد و تعداد جوان ها خیلی زیاد وقتی که ما میدیدیم با اونا ملاقات میکردیم، اونا بلا فاصله صحبت از همین نشیدها میکردن، میگفتن اینا خیلی بر ما تاثیر داره و در کل تاثیراتش هم مشهود بود. به خاطر از اینکه جوان هایی که میامدن در سنگر ما میدیدیم، میگفتن که بررسی که میکردیم مشخص میشد که اینا بالاخره مقداری حالا یا زیاد یا کم از همین نشیدها متاثر شدن. فکر میکنم که این مثلا باعث شهرت شد، اما بیشتر در هرات پدرم شهید غلام یحیی اکبری، ایشان یک فرد مشهوری بودن در انقلاب گذشته، یک نام و یاد خوشی را در خاطره های مردم هرات به جا گذاشتن از جهاد و خدماتشون در دولت و خدمت هایی که در دوره جهاد کردن و شیوه و روش های جهادی که داشتن و میانه روی و اعتدال خوبی که داشتن و ارتباطات اجتماعی وسیع و خاصی که داشتن در تمام افغانستان. چون که ما فرزند ایشان بودیم، باز فکر میکنم این هم خیلی موثر بود در اینکه شهرت داشته باشیم و مردم ما رو بشناسن. آلیس اکبر صاحب، نشید چرا در بر میگیره؟ ما زیادتر شنیده مثلا نعت یک سبکی است که میخوانن و ترانه هم دیگه سبکی است که میخوانن. اینا در برگنده کل از اینا نشید یا که جدا است؟ بله، البته اینا اصطلاحاتی است که هر کدامش یک معنی داره. مثلا ترانه که شما فرمودید، ترانه به همون شعری گفته میشه که خوانده میشه. بله، چون شعر با ترانه متفاوت است. شما میدونید، شاید که معلومات داشته باشید یا دوستایی که خواننده هستن میدونن که چی است. ترانه با شعر متفاوت است. تفاوتاش در چند بخش مهم است. مثلا ترانه ساده تر از شعر است. درست. یعنی داخل ترانه خیلی لغات پیچیده و او لغات و اصطلاحاتی که داخل غزل ها یا مثنوی یا سبکای دیگر شعری هست، داخل ترانه سعی شده که ساده تر باشه. درست. و ترانه تفاوت دیگرش با شعری است که آواهایش برابر است. مثلا اگر یک مصرع در ابتدا 20 آوا داشته باشه، مجبور است که در تا آخر همین نظم مرتب باشه، به خاطر از اینکه اصول موسیقی در از او خیلی متاثر است. و درست. نشید یا آناشید جمع همین خواندن ها رو میگن، همین چیزایی که خوانده میشه اینا رو میگن. درست. نشید و نعت که شما فرمودید او خاص است. خاص. معمولا نعت به چیزی گفته میشه که به ترانه ای گفته میشه که او مخصوص برای بر وصف رسول الله صلی الله علیه و سلم سروده شده باشد، او رو میگن نعت.
از این خاطر اکثرا نعت هم میگوین، شاید بعضیا معلومات نداشته باشن، به نشیدها هم نعت میگوین، نعت ها هم نشید میگوین. دقیقاً به این خاطر پرسان کردم که یک کمه معلومات پیدا شه برای دوستان. اکبری صاحب، چطور شما میتونستین ترانه هایتون رو بسازین؟ با چه امکاناتی؟ چه سیستمی در دمودزگاهی پیش شما بود؟ با چه امکاناتی جور میکردین و در کجا میساختین؟ شما در کو بودین بیشتر؟ در مبارزه بودین به گفته خودتان؟ و دمودزگاه در کجا میبود؟ بله، خب ما از ابتدایی ترین امکانات استفاده میکردیم، اما کمپوزها یا آهنگها رو میدادیم به کسی که ترتیبش کنه. باز از کمترین امکانات استفاده میگه. وقتی که ما به خانه میرفتیم به تعطیلات، ما هم تعطیلات داشتیم، اینطور نبود که سال 12 ماه که ما در سنگر نبودیم، تعطیلات داشتیم. شما میدانید مجاهدین همگی مهاجر بودن در کشورهای همسایه، خانواده هاشون در اونجا بود. باز در اونجا ما میرفتیم کشورهای همسایه به تعطیلات. بله بله، ما در پاکستان یا ایران که میرفتیم به تعطیلات، باز در روز ما در هر شهر میدانید استودیو هست، امکانات هست. درست. ساعتی به استودیو پول میدادیم، باز میرفتیم. پس ترانه‌ها را در تعطیلات انجام میدادن و در کشورهای دیگه و همچنان از اونجا پخش میکردن. بله، همونجا از طریق رسانه‌های اجتماعی. درست. به این فکر بودم که چطور در کو اینترنت کار بکنه و با چقدر مشکلات شما دسترسی داشته باشین گور اپلود بکنیم در اینترنت و جایی که طرفداران شما بتونن اونو ببینن. بسیار خوب اکبری صاحب، میایم در کمی سفر میکنیم به زندگی خودتان. در مورد خودتان بگوین بیشتر، که دوستانی که آگاه نیستن، در موردتان معلومات ندارن و به شخصیت شما ناشنا هستن، بدونن و بشناسنتان. بله، نام من عبدالله هست، تخلص یا شهرتم اکبری است، فرزند شهید غلام یحیی اکبری و ایشان فرزند مولوی محمد اکبر، از ولایت هرات، ولسوالی گذره و قریه زیبای سیوشان. درست. در سال 1360 متولد شدم و تحصیلات ابتدایی در مدرسه گذراندیم. بعداً در هجرت توانستیم که لیسانس بگیریم حقوق و علوم سیاسی. و خانواده ما یه خانواده بزرگ است، ماشاءالله. پدرم 4 بار ازدواج کرده بودن، 4 مادر داریم. پورا کرده سنت. بله ها. دیگه مجاهدین به این چیز علاقه دارن از قدیم الهی. میگه پس ما بعض وقتا تعجب به می میکنم که نیروی امارت اسلامی که آمدن همواره هرچی مشنمم عروسیست، دنبال زوجات هستن که تعداد زوجات زیاد بکنن و برن به طرف عروسی ها. من گفتم که از امورات کاری دیگه خود نمانن، نه؟ این یک مشکل است. بله، خب شاید اگر دقیق بررسی بکنیم شاید آمارشان زیاد نماشه. خب؟ بله. خب پس میم این هم یک شوقی است که یک عده از انسان ها دارن، همگی به این شوق ندارن و همگی توانشان هم ندارن، چون مشکلات هم دارد در پی. و پدرم 4 بار ازدواج کردن، 13 برادر نتیجهش نام و 13 خواهر داریم. 4 برادرم شهید شدن، پدرم شهید شد و کاکایم هم در انقلاب شهید شدن و یک عمه‌ام هم شهید شدن. مجموعاً 9 تن از خانواده ما شهید شدن. میم روی پدر شما صحبت میکنیم، در کدام حادثه اونا شهید شدن؟ ایشان در سال 1388، امروز 17 میزان است، در همین روز. در همین روز؟ در همین روز. بله، خدا مغفرت. در همین روز و امشب ساعت 11:30 شب در اثر چاپه قوای ناتو با جمعی از همسنگرانشان که 22 تن بودن، یک جا شهید شدن. یک جا 22 تن. خدا مغفرت بکنه. سلامت باشه. اکبری صاحب، از کدام منطقه هرات هستید؟ از ولسوالی گذره و قریه سیوشان. درست. ازدواج کردین؟ بیشتر از ازدواج پرسیدیم و گپ آمد سر ازدواج، خواستم یک بار از شما هم پرسان بکنم. ازدواج کردین؟ بله، اگر کردین چند بار؟ من 2 بار ازدواج کردم، یک بار در سال 1386 و مجددن در سال 1398. 98. چیز زیاد دیری نمیشه. بله. باز ای را توقف دادین این سلسله را یا که ادامه داره؟ والله اعلم. والله اعلم.
فعلا که اراده ای ندارم و متوقف شده. بله، همچنان که شما بیشتر فرمودید واقعا باعث زیاد وقت میشه، مشکلات زیاد داره و ما از اموراتی که برای ما سپرده شده احتمال داره که منحرف بشیم یا که مصروف بشیم. پس از او خاطر فعلا هم مسائل مالی هست، هم مشکلات هست و هم مسئولیت ها هست، دیگه فعلا متوقف کردیم. بله، جنگ و جدال وجود نداره الحمدلله. نه خیر، خوب مدیریت شده. بله، بسیار خوب، بسیار خوب. فرزندانتون چند تا هستن و من مصروف چی هستن؟ 6 فرزند دارم که 4شان دختر است، 2 پسر است. درست. بله، دخترم 16 سال سنش است. ماشاءالله. و مصروفیت تعلیم فعلا. پس کدام چند تا از دو از اول؟ چند تا از 4 از اولی و 2 از دو. خب ماشاءالله. چند ساله هستین اکبر؟ والا متولد 1360 دیگه. اگر 1360 1442 سالت خریبه. 42 42 42 بسیار خوب. ماشاءالله معلوم نمیشه جوان ماندین، با وجودی که به گفته خودتان در سنگرهای داغ جنگ و انتقام بودین. فکر میکنم که باعث جوان ماندن سنگر بود. سنگر بود. بله، بسیار خوب. سنگر حکمتای خیلی زیادی داره. یکی از حکمتایش هم است که ما خوب جوان و سالم ماندیم، مریض هم نشدیم تا حالا، دکتر هم نرفتیم. پس از جنگی کردین راضی بوده؟ بله، راضی هستیم. یک نعمتی میپنداریم او رو. بسیار خوب. فعلا چی مصروفیت و چی وظیفه دارین به هرات؟ من ابتدا که در سنگر بودیم مسئول نظامی یک ولسوالی بودم، ولسوال نظامی اصطلاحا میگفتن. بسیار خوب. بعد از فتح مدیر پلیس ترافیک شدیم بر اساس صلاح دید بزرگان، و سپس بعد از 9 ماه رئیس شهرسازی و اراضی شدیم که بعداً ریاست شهرسازی و اراضی تبدیل شد به ریاست شهرسازی و مسکن. درست. و اداره اراضی زیر مجموعه وزارت زراعت شد. خب، فعلا در ریاست شهرسازی و مسکن. مسکن. رئیس هستید؟ بله. خب، فکر نمی‌کنین این مسئله مشکل ساز است؟ مثل جمهوریت که کار به اهل کار سپرده نمی‌شد، مسلک شما بدور از ترانه‌خوانی یک شوق اختیاری است که اختیار میشه میرم، ولی شما حقوق خواندید و آمدید و به ریاست شهرسازی و مسکن کار میکنید. فکر نمیکنید کمی در تضاد است این مورد؟ والا عرض کنم که در جنگ هم من تخصصی نداشتم. خب، جنگ از جنگ یافتیم. جنگ از جنگ یافتیم و اراده انسان اهمیت داره و تعهد انسان. البته به حد میتوان گفت که عمرای ما در امارت اسلامی متعهد هستند و یک گروه متعهد میتواند که گروه متخصص را هم به خدمت بگیرد، کما آن که شما مشاهده میکنید که فعلا در وزارت ما همه بستهای تخصصی به اعلان رفت و ما به حد میتوانم خود ادعا کنم که یعنی اولین امتحاناتی که به صورت کاملا شفاف انجام پذیرفته در ولایت هرات انمی دور بوده، که یعنی در حکومت‌های پیشین ما شاهد ازی بودیم که حتی بست‌های تخصصی هم بر اساس روابط و دیگر مسائل بود که تعیین می‌شد، کسی بر اساس لیاقت وارد نمی‌شد. و حتی خدمت شما عرض شود که ما یک بست داریم، آمریت است، آمریت حفاظت از شهرهای قدیم است، که خب لایه وظایفش مشخص است، باید انجینر باشه، حداقل لیسانس باشه. امتحان ما به دور چهارم رفته است، یعنی امتحان ما فعلا به دور چهارم رفته. تا حال ما پس انتخاب نکردیم کسی رو، چون هر چه آمدن بالاخره نمره ای که قابل قبول برای اداره ما باشه نتونستن بگیرن. و ولی مقداری معلومات دارم من در GIS، در GPS و زمین شناسی و در کارهای ساختمانی. من قبلا یک تجربه 2 ساله دارم. در کجا؟ در ایران. وقتی که ما کارگری میکردیم در هجرت، تجربه 2 ساله من از کار ساختمانی دارم. همه کارهای ساختمانی از سفتکاری و بعضی از کارهای ریزکاری رو من بلد هستم خودم شخصا. تجربه کار معماری؟ بله، تجربه کار کردیم دیگه. رئیس یک دارم، مهمترین
خصوصیتش اداره و مدیریت است. بسیار خوب است. پس از این که تجربه دارین کار چندان تفاوت دار نیست، یعنی افتران در تضاد نیست، میتونین پیش ببرین. یکی از وظایف اداره ما کنترل کیفیت پروژه های عمرانی و ساختمانی و انکشافی ادارات دولتی است. درست. یکی از وظایف ما است. خب در این بخش هم میشه گفت که او تجربه ما به درد میخوره. درست. ما میدانیم که مثلا کانکریت باید به چه شکل باشه. بله. نقشه چرخ هم تطبیق میشه و کیفیت مواد ساختمانی باید به چه شکل باشه. درست. و در جهادتان چقدر مطمئن بودین که جهاد شما روزی پیروز خواهد شد؟ 100% مطمئن بودیم. پس شما زمانی که جهاد میکردید بیشترین هدف شما، وقتی یک هدف خود تعقیب میکردید، اگر معماری ها یا ساخت و سازی هم که در مقابل شما میبود رحم نمیکردین برشون، همه چیز از بین میبردید. اگر پل بود، اگر پلچک بود، اگر ساختمان بود، به ولسوالی ها اما تو رمله میشد، به هر جا که بود. این مثال دادم براتان. حالی که شما در این مسلک کار میکنین و میخواین خدمت بکنین از طریق دولت خود برای افغانستان، فکر نمیکنید کاری را که انجام میدادید اشتباه محض بود؟ خب یک حقیقت وجود داره که جهاد تخریب رو در پی دارد حتما. یعنی نمیشه شما مبارزه بکنین همزمان خوب آرامی هم باشه، خانه هم خراب نشه، سرکی هم خراب نشه، پولی هم خراب نشه و وسیله نقلی هم خراب نشه و کسی کشته هم نشه و کسی زخمی هم نشه. یک مبارزه اون هم به این مدت زیاد که 20 سال طول کشیده، حداقل 19 سال طول کشیده، امکانش نیست که در از اون تخریبات و اینا نباشه. اما این مسئله رو ما رد میکنیم که ما حتما به دنبال تخریب بودیم. هدف ما تخریب نبود. این که در همین راهی که ما روان بودیم که جنگ بود، تخریب صورت میگرفت، یک امر طبیعی بود و خواسته ما نبود. ما حتی شاید که قابل قبول برای خیلی ها نباشه این مسئله، ما باید به حتم و مستند برای شما میگم، شما میتونید که در منطقه ما بیایید فیلم برداری کنید، ما شما رو میبریم در تمام ولسوالی گذر، شما پول و پلچک رو خراب نمیبینید. ما سعی میکردیم که کمترین تخریبات، حتی ما جلوی امرانات رو نمیگرفتیم در زمان جهاد. ما هیچ وقت مخالفتی با سرکسازی، پلسازی، پلچکسازی نداشتیم، چون که حال فعلا مشهود است. شما گفتم قبلا که شما تشریف بیارید ببینید ساخت سازا رو ببینید، اینا حال در دوله امارات که نشده، نه حتما در دوله جمهوریت شده. اگر شده، خب اگر ما ممانعت میکردیم چرا شده؟ اگر ما خراب میکردیم پس نباید میموند. البته در مناطق خیلی که خیلی جنگ شدید و بوده، مثل هلمند یا بلکن قندهار یا بعضی از ولایات که واقعا خیلی بمباردها و جنگ ها شدید بود، مجاهدین مجبور میشدن که از خود دفاع کنن یا بعضی وقت حمله کنن بر موازی دشمن، تخریبات رو در پی داشت، ما قبول داریم. ولی هدف ما تخریب نبود، چون ما یک انقلاب دیگر هم پشت سر گذاشتیم. خوب به خاطر دارم که پدرم شهید اکبری همیشه می فرمودن که ما در شرایطی قرار داریم که بسیار باید هوشیارانه مبارزه بکنیم و بسیار سعی بکنیم که از تخریبات، از کشته شدن افغانها و این چیزها جلوگیری بشه. درست. اگر برسیم از پیوستنتون به امارات اسلامی بگید، چه زمانی و چگونه پیوستیم؟ ما ابتدا، من با پدرم و دو برادرم، ما مبارزه ما به صورت خودجوش شروع شد در سال 82. اولین کاری که ما کردیم در سال 82 بود. بعدن تا سال 85 ادامه پیدا کرد و بعدن ما به صورت علنی جبهه را تشکیل دادیم. در سال 85 یا اواخر 85 بود که پدرم با امارت اسلامی بیعت کرد. درست. بله. و ما رسما عضو از امارت اسلامی شدیم. با مبارزات ما بعد از او تاریخ تحت قیادت امارت اسلامی بود. درست. از اقوام مختلفی است به ایراد، شما مربوط به کدام قوم میشین؟ ما مربوط به قوم ملکی میشیم. ملکی؟ بله. بسیار خوب.
در کدام عملیات ها نقش داشتین جناب اکبری صاحب و بیشتر عملیات هایتان در کجا بود؟ در مقابل آمریکایی ها بود یا مقابل ارتش خود افغانستان؟ بله اتفاقا در جهاد خوب استاد ما شهید پدرم بود و شیوه جهادی ایشان قسمی که بیشتر خدمت شما عرض کنم اونا میگفتن که ما باید بسیار هوشمندانه و بسیار با تدبیر جهاد را پیش ببریم. ما ابتدا هیچ عملیاتی علیه نیروهای داخلی نداشتیم. ما یک جبهه را تشکیل دادیم، قوای خارجی وقتی که به گزمه می آمدن اونا را مورد عرف قرار می دادیم و مرکزشان را به نام مرکز آیساف در هرات بود، داخل میدان هوایی بود. ما همیشه مرکز از اینا را مورد حمله قرار می دادیم، باید گشتهای از اینا که می آمد در منطقه مورد حمله قرار می دادیم. اما با تأسف آیست آیست اونها جنگ را طوری مدیریت کردن، خارجی ها منظورم قوای ناتو، که خودشان در هدف دوم قرار گرفتن و نیروهای داخلی را در هدف اول قرار دادن. بله ما ابتدا که نیروهای خارجی رو میزدیم پلیس هم خیلی واکنش شدیدی نداشت، یا اردو یا دیگر ارگانهای امنیتی، اما آیست آیست این هدف تغییر کرد. هدف اولی ما نیروهای خارجی بود، اما نیروهای خارجی طوری جنگ رو مدیریت کردن که خودشان به هدف دوم مبدل شدن و ما مجبور میشدیم که بالاخره یا از خود دفاع بکنیم یا ای که به اونا هم ضربه بزنیم. اما در سالهای اولی هر چقدر که ما تلاش میکردیم، تلاش ما 100% به خاطر ضربه زدن به قوای خارجی بود. درست. بزرگترین تلفاتی که شما در یک مبارزه روبرو داشتید کدام زمان بوده و چه تلفاتی داشته و چه اندازه بوده؟ الحمدلله ما در جنگ های رو در رو تلفات سنگین نداشتیم هیچ وقت. بزرگترین تلفات ما در بمبارد ها بود با تأسف، و میشه یکی از بمبارد هایی که خیلی تلفات داشتن همی حادثه بود که شهید اکبری با همراهایش 22 تن یک جا شهید شدن. دیگه ما داشتیم با حادثات دیگری هم داشتیم بعد در بمبارد 13 تن، 14 تن، 8 تن، 6 تن به این صورت در بمبارد ها شهید شدن. درست. از همسنگرانتون بگین اکبری صاحب. حقیقتا همسنگرای اولی و قدیمی ما تقریبا 90% شهید شدن و دوستایی که فعلا در کنار ما هستن اکثرشون بالای 5 سال 6 سال سابقه ندارن. چون اولی ها همه که شهید شدن، اول که همسنگایی که با پدرم بود که ما با اونا همسنگر بودیم و زیر دستشون بودیم، سپس که ما جبهه رو احیا کردیم برادرانم در کنارم بودن که 4 برادرم شهید شدن، شهید اسدالله، شهید محمد اعظم، شهید نجیب الله و شهید زکریا که برادر کلان ما بود و اونا قبل از پدرم شهید شدن. درست. و همچنین همسنگرهای دیگه ما به نام شهید مسعود، شهید آزاد و شهید نوید شاهپور و دیگر شهدایی که تعدادشون خیلی زیاده، شهید مختار یکی از بهترین همسنگرهایم بود، اونا مدیریت هم میکردن جنگ ها را، دلگهی داشتن، و شهید عبدالرحیم مختار. درست. شما اولین ترانه خوان فارسی زبان هستین در امارات اسلامی. پیشتر هم شما گفتین که بعد از پیوستن به امارات اسلامی شما به ترانه خوانی رو آوردین و این مسیر را ادامه دادین. میخوایم از شما نظر شما را داشته باشم در رابطه به همشمول بودن حکومت امارات اسلامی. حقوق ملیت های دیگه آیا از نظر شما در امارات اسلامی مراعات شده یا خیر؟ خب فکر میکنم در یک جامعه اسلامی مهمترین حقوق حقوق شهروندی است که بله. حقوق شرعی شهروندان یا کسایی که در اون سرزمین زندگی میکنن و حتی اهل ذمه و کسایی که از کفار اونجا زندگی میکنن، عدالت است که عدالت وجود داشته باشه در نظام. اما با اون منظور که شما فرمودین، تا جایی که من اطلاع دارم تا حدود خیلی زیادی این رعایت شده این مسائل و ما در داخل نظام شما میبینید که جناب در حد تصمیم گیری میخوایم نظر شما رو داشته باشم. حالا شهروندی خواسته نخواسته هستن، شهروند آدم اینجا ادامه میتن به زندگی، هر قانونی که باشه بالای خود تطبیقش میکنن و پیش میره. در رابطه با خود نظام و تقسیم قدرت شما فکر نمیکنین که کمرنگ از دیگه ملیت ها
خب تاجیک کم رنگ است، ازبک کم رنگ است، هزاره کم رنگ است. ببینید کارها را کسی مدیریت میکنه که از ابتدا مدیر بوده، یک واقعیت است. کسایی که در رأس مدیریت جنگ وجود داشتن حالی هم هستن، کسایی که وجود نداشتن نیستن. و امارت اسلامی نظامش همشمول هست و دروازش بروی تمام اقوام باز بود. مثلا ما این فارسی زبان بودیم، آمدیم به امارت اسلامی پیوستیم، به ما نگفتن شما پشتون نیستید، زبان شما فارسی است، ما شما را نمیپذیریم. از قوم هزاره آمدن، ما در ولایت بادغیس، شما اگر معلومات داشته باشین در ولایت بادغیس ما قوم هزاره زیاد داریم، مجاهدینی که در به امارت اسلامی پیوستن، قوم های تاجیک ما و شما که در بدخشان هستن یا در دیگر ولایت بغلان، فاریاب، و قوم ازبک مخصوصا تعداد زیادی از مجاهدین امارت اسلامی از قوم ازبک هستن و همه اقوام هستن. منتها امارت اسلامی تشکیل شده از کسایی که در همین دوره 20 ساله همین مبارزه و همین انقلاب و همین رشادت ها را کردن و همین انقلاب به پیروزی رسید و همین ها مدیریت میکردن. فعلا هم هر کسی که در هر جایگاه قرار داشته باشه مدیریت رو به دست کسی میده که به او اعتماد داشته باشه. درست. این که درست است نه؟ ولی مدیریت فعلا هم به دست همون کسایی است که از ابتدا وجود داشتن یا از اواسط کار وجود داشتن، همیال اونا مدیر هستن در هر جای، در هر ولایت یا در کابل که در رأس قدرت هستن چی در ولایت. یعنی کنار زده نشدن کسایی که در مبارزه وجود داشتن، کسایی که در مبارزه وجود بلد. داشتن. خب خب یک سری تفاوت های هست بین نظام جمهوریتی و نظام اسلامی. درست. جمهوریت هم بعض مشکلات بود، تبعیضات وجود داشت. خب اکبری سایی میخواییم این سوال از شما داشته باشم. از جهاد بیشتر گفتیم، بدترین خاطره تانه میخواییم از جهاد بشنم، کدام زمان بوده و چطور بوده؟ بله، خاطرات تلخ و زیاد وجود داره در جهاد متاسفانه. ما هم شیرین نگفتمش به خاطره که جهاد بله تلخ است. جهاد خودش به نفس خود تلخ نیست. نیست. نه. خب قرآن هم میفرماید به لحاظ سرشت انسانی بشر ذاتاً از کشتن و کشته شدن چی هست؟ خوشش نمیاد. یک سرشت بشری هست. اما خداوند به ما که امر میکنه که شما جهاد کنید یا قتال کنید، این به نفع ما هست. یعنی که ما از لایه های درونی از او خیلی آگاهی نداریم و از خوبی هایش نمیفهمیم، ولی خوبی های خیلی زیادی داره که شاید در ابتدا مشهود نباشه. یعنی میگه حالی که شما میبینید فعل، حالت فعلی کفار شکست خوردن، منهدم شدن، مسلمان ها پیروز شدن، صاحب سرزمین خود شدن، آنطوری که دلشان میخواهد حکومت تشکیل میدن، آنطوری که دلشان میخواهد عدالت اجتماعی میارن، فرهنگ خود را حفظ میکنن و عقاید خود را به راحتی اجرا میکنن و او را تکثیر میکنن. این حالتی است که شما ببینید زیبایی های جهاد است و ثمره جهاد است، همین عزتی که به جامعه اسلامی برمیگردد. حالا از منظر اسلام هم اگر به این موضوع نگاه نکنیم، بالاخره هیچ کس خوش نداره که در سرزمینش کس دیگری اجنبی بیاید بر از او حکومت کنه. خب از اجنبی خوب است، هر کس باید از کشور خود، از ناموس خود، از ارزش‌های خود دفاع بکنه و بجنگه. این مسئله تنها در اسلام هم نیست. بالکل. ولی بحثی است که اگر یک مسلمان، یک برادر، یک هموطن در مقابل هم قرار میگیرن، اونا انسان هستن و کلمه گوی هستن. با وجودی که کلمه میگن در مقابل هم قرار دارن، آیا کشتنشان رواست؟ بله، در بعضی موارد. شما ببینید کلمه گفتن تنها خون و مال را حرام نمی کنه در اسلام، بلکه کلمه از خود شرایطی داره. چون که قرآن صراحتا می فرماید شما یهود و نصارا را به دوستی نگیرید، چرا که اونا در دشمنی با شما هم پیمان هستند. اگر کسی از شما خطا، شما یعنی مخاطبش مسلمان ها است، منظورش دیگه کس نیست، اگر کسی از شما این کار را کرد، پس از جرگه اونهاست، از جمله اونهاست.
و هر برخوردی که با اونها بشه با اینها هم میشه، تفاوتی نداره. چون و در جای دیگه خدای متعال میفرماید که بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، بشارت بده ای پیغمبر من منافقین که عذاب دردناکی در انتظارشان هست. و بلا فاصله قرآن ببینید شما چقدر حکیمانه معرفی میکنه که منافق کی هست، تبلوش چی هست. الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، این منافقین کسانی هستند که کفار را به دوستی میگیرند به جای منافق، به جای مسلمان ها. یعنی تنها کلمه گفتنشون باعث از این نمیشه که ما اونا رو نتونیم، وقتی که اونا در کنار دشمن ما قرار گرفتن، نه در کنار کفار قرار گرفتن، به همون سمتی که اونا تیر میزنن اینا هم تیر میزنن. اینطور نبوده که آمریکایی‌ها به سمت شمال تیر بزنن ولی افغان‌هایی که در کنارشون بودن به سمت جنوب تیر بزنن. نه، هدفشون یک چیز بود، مبارزهشون به خاطر یک چیز بود، به خاطر دموکراسی بود، و در این راه کشته میشدن، از اونها دفاع میکردن، اونا از اینا دفاع میکردن. بسا موارد شما شاید در رسانه‌ها دیده باشین دیگه، در صحنه جنگ‌ها وقتی یک آمریکایی کشته میشد باز یک افغان او را به دوش خود میگیرد. اما این مسئله برای ما خیلی تأسف بار است و ما مبارزینی که در سنگر وجود داشتیم به حد هیچ وقتی به این مسئله راضی نبودیم. به خاطر همون که راضی نبودیم، یعنی تمام سعی و تلاش خود رو میکردیم که ما اونها رو از اون راه باز داریم که اونا یا در خانه های خود بشینن یا در کنار ما قرار بگیرن. ولی اینکه یا تبلیغات دشمن خیلی قوی بود یا اونا به بیراه رفته بودن یا درک و فهم درستی از قرآن و اسلام نداشتن و یا اینکه در همه ادوار تاریخ علمای سوء هم وجود داشتن که مردم را به بیراه میکشندن یا اونا تحت تاثیر علمای سوء قرار میگرفتن، این مسئله باعث تأسف هست برای ما. دقیق. خیلی متاسف هستیم از اینکه این جنگ ها صورت گرفت در بین افغان ها. ولی ما یک تجربه دیگه هم داشتیم که باز قصور آنها رو بیشتر میکنه، مقصر بودن آنها رو بیشتر میکنه. چطور؟ چون که ما در مرحله اولی قرار نداشتیم، ما در مرحله سومی قرار داشتیم. ما دو انقلاب دیگر هم پشت سر گذاشته بودیم و عین حالت بر همین منوال اشغالگرای قبلی هم که روس‌ها بودن در افغانستان همین کارا رو کردن، ملیشه سازی کردن، ارتش ساختن، دیگه ساختن، اونها رو حمایت و پشتیبانی مالی و تسلیحاتی کردن و بر علیه افغان‌ها استاد کردن. نتیجهش هم مشخص و مشهود بود که اشغالگرا رفتن اونها رو، عمو نوکرانشون رو در زیر لگد این ملت اونها رو همینجوری رها کردن و رفتن، به اینا توجهی هم نکردن و باز هم مورد رحمت و عطوفت مجاهدین قرار گرفتن. و در این دوره هم شما شاهد از این بودین که حکم امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی بر همی بود، که اگر همین حکم نمی بود امکان داشت که باز ما شاهد خیلی از حادثات زیادی باشیم. درست. اگر بریم بچه از جنگ و از انتقام بشنویم، خیلی دردناک و وحشتناک است. از این خاطر میایم یک کم بحث را میبریم به طرف دیگه. میخوایم که یک سوال تکنیکی داشته باشم از شما. آلف ماشاءالله یک آدم فرهنگی هستید شما و ترانه هم که میخوانید خیلی هم خوب. میخوایم یک سوال داشته باشم که جهاد که خلاص شد، فعلا امنیت آمده و سلاح را گذاشتین کنار، سوال ما این است که کدامش انتخاب میکنید برای فلان، کتاب یا که سلاح؟ خب ببینید، شما وقتی به تاریخ اسلام هم بنگرید یا ادیان گذشته، حتی ابتدا سلاح نبوده، قلم با کتاب بوده، دعوت بوده. به اسلام همواله با این دو بال دعوت و جهاد به پیش رفته. تا جایی که دعوت کاربرد داشته، دعوت بوده، وقتی که جلو از او با شمشیر گرفته شده، بعداً جواب شمشیر با شمشیر داده شده، به این صورت بوده. قطعا در این زمان ما قلم و کتاب رو میپسندیم، بخاطر از اینکه فعلا دشمنی نیست در مقابل ما ایستاد باشه. خب بسیار خوب است.
اگه برسیم از کم شیرینی های هرات بگوین. هرات ماشاءالله تولید شیرینی خیلی خوب داره، مثل ما نوت کرده بودم سوهان، شیرپیره و غیره شیرینی هایی که وجود داره با اونجا. طعم شما که نچشیدیم، میخوایم از زبان شما بدانم که دیگه چی چی ها داره. به هرات بیاین انشاءالله نوشیدن کنین که طعمش خوش ممل بشه، مهمان شما شویم. اما بله، شیرپره هراتی خوب خیلی مشهور است. بله بله، مشهورترین شیرینی هرات شیرپره است، به خاطر از این شهرت داره که مرغوب است. به خاطر از این مرغوب است که از مواد طبیعی جور میشه، یعنی هیچ نوع ماده مصنوعی در از وجود نداره. شیر تازه دیگه خدمت شما عرض کنم که در از او هل یا گلاب یا دیگر ادویجاتی که در از او اضافه میشه، شکر و دیگه مغزه هایی که در انداخته میشه، همگی طبیعی و تازه است و هم طعم خوبی داره و هم کیفیت خوبی داره. از او خاطر هرات به شهر که شیرینی مشهور است، که همو شیرینی مشهورش همو شیرپر است. البته دیگر شیرینی هم ساخت اونجا تولید میشه، مثل سوهان که شما فرمودید یا گز، و دیگر شیرینی هایی که حتی شیرینی هایی که در دیگر کشورها است، ایرانی، ترکی، دانمارکی، همه نوع شیرینی فعلا در هرات تولید میشه. درست. هرات از جمله ولایت هایی است که مردمان با فرهنگ و با دانش داره. جناب اکبری صاحب یک واقعیت محض است. بخوایم ایرا از شما بپرسم که چی خصوصیات هرات را در علم و فرهنگ برازنده ساخته نسبت به ولایات دیگر افغانستان؟ بله، البته ما در دیگر ولایت افغانستان هم جاهای فرهنگی داریم که با فرهنگ و تمدن خیلی قوی هستند، اما هرات از چند لحاظ پیشرفت داشته. یکی این که هرات نگین خراسان است و خطه خراسان و منطقه خراسان یک منطقه علمی و فرهنگی است. هرات به خاطر از این پیشرفت کرده که پیشینه خوبی داره، یعنی در از اون دانشمنده های خیلی زیادی بودن، شعرا بودن، نویسنده ها بودن، مثلا در رشته عرفان یا در دیگر رشته ها، فقه، تفسیر، علمای زیادی داشته، یعنی تاریخش به همین شکل بوده. از حالی نبوده که در این دوره یا در این 100 سال پیشرفته داشته باشه، بلکه هرات به عنوان نگین خراسان یاد میشه به خاطر علم و فرهنگ. یعنی در از قدیم الایام شما باز اگر نام ببریم، خود نامایشون خیلی زیاد است، شاید بعضی از یادم رفته باشه، مثلا خواجه عبدالله انصاری رو شما ببینید در رشته عرفان، امام فخرالدین رازی رو که صاحب تفسیر رازی است شما ببینید در رشته تفسیر، و عبدالرحمن جامی رو شما ببینید، یا دیگر علما و شعرهای خیلی زیادی که در این منطقه و در این مرزمون بودن. همین خودش باعث شده که این منطقه یک منطقه خاص فرهنگی و علمی باشه. همچنین هرات که است یک درگاه اقتصادی هم است. دو راه اقتصادی داره، که یکی راه قدیمی ابریشم که بوده که حالا فعلا منطقه ورود به ایران هست، و یکی هم مرز و بندر تجارتی که با ترکمنستان است. دیگه به این لحاظ هرات یک منطقه خاصی درست بوده، از قدیم بود. خب جناب اکبری صاحب، از ایران گفتید، هرات همسایه با کشور ایران است. میخوایم از این بگوین که چقدر فرهنگ و عنعنات ایران تاثیرگذار بوده به هرات باستان؟ بله، قسمی که قبلا به شما گفتیم که هرات نگین خراسان است، این تقسیماتی که فعلا شده، خب شما میدانید در اثر قرارداد سایکس و بیکو صورت گرفته. قبلا این منطقه یک منطقه بوده، هرات، خراسان، شمال خراسان، جنوب خراسان دیگه، و چندین شهری که در این منطقه وجود داشته، یک منطقه بوده به نام خراسان. فرهنگشان مشترک بوده، زبانشان مشترک بوده، علمایشان مشترک بوده، شعرایشان مشترک بوده، لهجه هایشان مشترک بوده، البته لهجه های مختلف داشته. خب این یک امر طبیعی است، یک امر طبیعی است که این خط ها که حال کشیده شده دیگه، قبلا که نبود، بلی متاثر شده. خب بهترین وجه شمی است که ما اگر یک فرهنگ خوبی در یک جای در یک کشور دیگه وجود داره، اگر ما او رو تقلید بکنیم، از نظر خودم هیچ ایرادی نداره، به شرط از اینکه او فرهنگ اشتباهی نباشه.
که با اون که شما میبینید داره در کشور ما، شما همین حال ما از فرنگ امریکا ما تا طبیعت میکنیم در بسان موارد. یعنی میبینید مثلا ما در روی چوکی شیشتیم میشه از من مثال بده بله. مثلا شما لباس افغانی رو نپوشیدید. خب فرهنگی که اشتباه نباشه تقلید کردن از روی جیرادی نداره و به طب مردمی که در هرات وجود دارن به لحاظ زبانی با اونا مشترک هستن، به لحاظ فرهنگی و تاریخی با اونا مشترک هستن و به لحاظ رفت و آمد شما بندر ترگوندی چی اسلام قلعه یا دو قارون ایران که شما ببینید در روز چقدر افغان ها عزیمت و مراجعت میکنن. زنده باشین اکبر یوسف. ادعای وجود داره که امارات اسلامی دست نشانده آیسای پاکستان است، به دلیل از این که بیشترین افراد امارات اسلامی در آنجا زندگی میکنن و درس میخوانن، حتی اولادهاشان و همه بود و نبودشان هم اونجا بوده در زمان جهادشان و از اونجا مدیریت میشده. نظر شما در این مورد میداشته باشم، راست است؟ حقیقت داره این مورد؟ خب شما ببینید در دوره کمونیست هم همین اتهامات زده میشد برای مجاهدین. هجرت یک لازمه جهاد است. خب ما مجبور هستیم به خاطر از اینکه در این چی دیگه زندگی کردن نمیتونستیم. خانواده مادر امن نبود، خود مادر امن نبودیم. اولاد ما راحت نبودن. حتی اقوام نزدیک و دور ما راحت نبودن، چه رسد به خویشاوندان درجه یک ما. هجرت لازمه جهاد است. ما مجبور بودیم هجرت کردیم. هجرت ما به پاکستان یا به ایران دلیل از این نبود که ای ثابت نمی‌سازه که ما یا امارات اسلامی حتما با اونا ارتباطاتی یا ارتباطات شاید داشته باشن، ولی اینکه زیر سلطه یک حکومت دیگه باشن. در دوره کمونیست هم همین اتهامات زده میشد، چنانچه که شما همین عالی هم در میدیا تصاویر دکتر نجیب را که ببینید، او مجاهدین او زمان را متهم میکنه به عرب ها، متهم میکنه به پاکستان، متهم میکنه به ایران. در این دوره هم همین اتهامات به ما زده می شد، پاکستان، ایران و در آخر حتی روسیه را هم به او علاوه کرده بودن، می گفتن از روسیه اسلحه و تجهیزات می گیرن. اگر اما... خیلی سال هست که ما در کشور خود نابسامانی را می بینیم و ثبات زندگی خوب را نمی بینیم. مثلا 40 سال، بیشتر از 40 سال می شه که جنگ وجود داره. یک قوم یا یک مردم مجبور میشه که بره مهاجرت بکنه، باید بره به یک کشوری، پس از او کشور برای از اونا امکانات بتن و دوباره روان بکنن بیاین در اینجا جنگ بکنن، باز یک برادر خود از اینجا مجبور بسازن که برن مهاجرت بکنن، باز اینا بره در دامن یک کشور دیگه بفته که اونا باز اینا را سپورت بکنن بیان، بازی طرف مقابل صورت بگیره که دیگه مردم یا یک ملیت دیگه از افغانستان فرار بکنه و بره. این سلسله فکر میکنین تا چه حد جریان خواهد داشت و چه زمانی ما میتونیم از این حالت بد کنار بریم؟ چه زمانی میتونیم؟ همین زمان که حال استقلال داریم. یک دومی که این خوب امکان دارد که کسایی که مهاجر بودن در کشورهای دیگه ممکن است به خاطر فقر اقتصادی، به خاطر مجبوریت ها، به خاطر مشکلات، امکان دارد که آلی دست کسایی قرار گرفته باشن و طوری هم که تجربه شده در 40 سال همسایه های ما بخصوص پاکستان نظر خوبی نداشتن به ما و روش خوبی در برخورد با ما نداشتن، یک واقعیت است. اما یک واقعیت دیگه هم وجود داره، او است که ما اونجا مهاجر بودیم، با چشم خود دیدیم، تجربه کردیم، میدانیم که چنین اتهاماتی کاملا بی اساس بود. مثلا من خودم شخصا 70 روز در پاکستان بندی بودم. 70 روز هیچ وقتی حتی یک مرتبه ما با هماهنگی وارد هیچ کشور نشدیم. یعنی هر زمانی که رفتیم قاچاقی و حتی خارج شدیم قاچاقی. ما در پاکستان رفتم، خب مثل این که مریضا هم میرفتن دیگه، مردم هم میرفتن در کویت یا کراچی، بارها دستگیر شدیم و بار آخری که دستگیر شدیم دیگه نرفتم هم حتی تاله. سال فکر میکنم 97 بود رفتم و توسط استخبارات پاکستان دستگیر شدم و
تقریبا 70 روز بندی بودیم. شما عمرای از رهبرای امارت اسلامی که مشهورترینشان استاد شیخ استاد یاسر که احتمالاً شهید شده باشند تقبله الله، شما شاهد از این هستین که چهره مشهور است ولی فعلا وجود نداره. در کجا از پاکستان رو دستگیر کرد و نابود شد. کسی هستند که فعلا معلوم نیست. بله زنده و مرده بودن از اونا مشخص نیست. و والی ها، معاونین والی ها، مسئولین نظامی، قماندان های مشهور، دلگمش های مشهور، گروه مشت های مشهور، اینها دستگیر شدن و حتی تا حال وضعیتشان مشخص نیست که زنده هستند یا مرده هستند یا شهید شدند. ما به کسرات و به کرات ما اسیرهایی داریم که میالی میتونن بیان اینجا خدمت شما داستان اسارت خود و شکنجه خود رو بیان کنن. درست. و این واقعیت نداره، چرا که کسی اگر با کسی بالاخره ارتباط خاصی داشته باشه نباید به اتفاقات صورت بگیره. بالکل. اکبر صاحب در مورد ترور آقای انصاری مطمئنم که شما از همو ولایت هستین و آقای انصاری یک آدم بسیار پرطرفدار بود در ولایت هرات و زمانی که اونا را ترور کردن طبعا یک حالت بسیار بدی در هرات پیش آمد که باید هر کس پرسان این ترور را میکرد. چقدر شما دستاورد داشتین، کشفیات داشتین از هرات که آقای انصاری را کی ترور کرد و کشفیات شما در کل چی بود؟ الله متعال مغفرتشان کند دوست و برادر و شخصیت عالم و فریخته گرامی مشهور ایره زمین شهید بزرگوار انصاری صاحب و خداوند متعال زحماتشون رو قبول بکنند. یک شخصیتی بود که نیاز به تعریف ندارد، همه افغانستان و فارسی زبان ها او رو به نیکی میشناسند، به نیکی یاد میکنند و رهروی او هستند. واقعا شخصیت برادنده بود. در دوره جهاد هم با ما ارتباط داشتن، همکاری داشتن. بعد از جهاد هم یک دوستی خاصی ما داشتیم با اونا، دید و بازدید میکردیم. در یک کلام میشه گفت که علما را چه کسی شهید میکنه؟ تنها انصاری نبود، شیخ رحم الله رحمه الله و دیگه شیوخ و دیگه علمایی که در افغانستان شهید شدن، آقای نیازی شهید تقبله الله. در یک کلام میشه گفت که این توطیه به حتم توطیه مسلمان ها نیست، توطیه کفار است. انصاری و امثال هم علمایی که شهید شدن اینا به دستور و به دست کفار شهید شدن، کسایی که دشمن های مسلمان ها، واضح و خلاصه کلامی که به دست دشمن های مسلمان ها اینا شهید میشن. حالا اینکه چه کسایی در از او مدیریت کردن این مسائل را یا عملیات ها را، خب نام گرفته میشه از داعش یا گروه داعش. درست. این که پس پرده از او چی کسایی هستن به صورت واضح برای من معلوم نیست، اما استخبارات امارت اسلامی به دنبال قضایا هستن. درست. و برای از اونا واضح هست و اونا تلاش کردن و تحقیقات کردن و تحقیقات جامعی در صورت گرفته که من که شما باز بعدن دیدین که مدت های خیلی زیادی است که او همون حرکات دشمن الحمدلله عقب زده شد و دسیسه هایشان در نطفه خفه شد و فعلا ما شاهد آرامی و امنیت یک طولانی هستیم که چند ماه هست الحمدلله. درست. سوالاتی داشتیم از ولایت زیبای هرات و با همین سوال آقای انصاری این سوالات را ختم میکنیم. میایم به علایق خاص خود شما جناب اکبری صاحب. چی علایق خاص شما دارین و آیا آثار نوشتاری دارید یا خیر؟ آثار نوشتاری که داریم هنوز به چاپ نرسیده. اول باید از علاقتان بگین. بله. به چی علاقه دارین؟ علاقه ما به نوشتن هست، خطاطی و تجربه رو خیلی دوست دارم، بسیار خوش دارم که بیاموزم، آموختن رو خیلی خوش دارم. در مورد هر علمی خیلی خوش دارم که معلومات داشته باشم. ماشاءالله. دیدگاه شما رو میخواییم داشته باشم در مورد هنرمندان، چه زن چه مرد،
کسانی که هستن فعلا خارج از کشور هستن، مثال براتون میتونم، مثل آقای فرهاد دریا، خانم آریانا سعید، اینا کسایی بودن که آهنگای عموسی خیلی خوبم دارن. و در کل نظر شما رو میخوایم داشته باشم که آیا شما میتونین برای اونا هنرمند بگوین یا خیر؟ هنر البته هنر مفید داریم و هنر مضر داریم. هنر مفید و در کل هنر اون چیزی هست که در خدمت بشر باشه، در خدمت دین باشه، در خدمت فرهنگ باشه. ولی متاسفانه هنرمندی که هنرش در جهت بیراه رفتن و به بیراه کشاندن جامعه باشه، او هنر گفته نمیشه، او فتنه گفته میشه. ما او رو فتنه میگیم. و این هنرمندایی که شما ذکر کردین، شاید یکی دو آهنگ چیز هم خوانده باشن، میهنی هم خوانده باشن، شاید که بیشتر هدفشان باز هم کسب شهرت باشه. دیگه بهترین هنر او هنر است که برای در فرهنگ سازی باشه. یعنی از او هنر آدم خدمت بگیره برای فرهنگ سازی. ولی خب اونا رو شما دیدین که چی میکردن و چی میکنن حالی. خب اگر شما یک پیامی داشته باشین برای از اونا چی خواهد بود؟ پیام ما نخواهد بشت من پیام من. خب باز هم خب بازم در حکومت شما جا خواهد داشتن در وطن خود زندگی بکنن، اگر جا دارن به چه شیوهی باید باشن؟ شما ببینید البته نمیشه گفت که کار از اونا خیلی گناه سبکی بوده. گناه سنگینی است وقتی انسان در جهت به بیراها کشاندن یک جامعه به سمت بی حیایی و دیگر چیزهایی که مناسب نیست حال بگوییم باشه، واقعا این گناه عظیمی است. اما شما دیدین کسایی که در مقابل ما جنگ کردن، ما اونا رو بخشیدیم. مثلا من خودم شخصا کسی در مقابلم قرار داره که دو برادرم در یک روز شهید کرده، دو برادر من در یک روز شهید کرده، در مقابل شما قرار داره. بارها به خانه من آمدن، همین احترام داریم به اونا، احترامشون میکنیم، مشکلاتشون حتی اگر دست ما بر بیاید حل میکنیم و هیچ کینه‌ای هم نداریم با اونا. به جرئت میتونم بگم که هیچ کینه‌ای با اونا نداریم، چه رسد به این طور انسان‌هایی که شما نام بردین که اونا اشتباهاتی در زندگی خود داشتن. اگر ندامت بکشن، این یک اساس است در اسلام، هر کسی که ندامت بکشه اسلام دیگه به او کار نداره. خوب است اکبری صاحب، حالا که جنگ ختم شده و آرامی هست، میخوایم دیدگاه شما را برای یک افغانستان و افغانستان آزاد و آرام و خودکفا داشته باشم و مخصوصا برای مردم افغانستان. بله، من خودم آرزوی میز است که ما در افغانستان علم را گسترش بدیم، چون که ما در 40 سال گذشته چیزی که مثل آب و نان به اون نیاز داریم علم است، چیزی که در افغانستان فعلا وجود نداره. علوم به سطح خیلی بالایی در کشورهای غربی رسیده و ما از اونها محروم هستیم. و همین علوم اگر ما اونها را داشته باشیم، میتونیم اونها را به خدمت بگیریم به خاطر رفاهیت جامعه و انسان و بشر، فرق نمی کنه مسلمان باشه یا غیر مسلمان. پس از نظر ما بقیده ایم، ما در افغانستان مثل آب و نان که ضرورت داریم به خاطر که زنده بمانیم، همین فعلا ما ضرورت داریم که علم گستری بکنیم، معارف خود رو بسازیم. علم با کی ها جناب اکبری صاحب؟ برای زن و مرد؟ بله، برای زن و مرد. پس متاسفانه در حکومت امارات اسلامی همچه چیزی نیست؟ خب من دوست دارم که وارد این بحث شوم، اما شما من حیث یک شهروند نظرتان داشته باشم. واقعیت این است که ما در دوره جمهوریت برای آموزش طبقه اون است خیلی مشکلاتی داشتیم، باید این مشکلات برطرف شد. من خودم دختر دارم، حاضر نیستم که مثل او دوره باشه و من دختر خود را به مکتب رو اکبر شد. ما موافق هستم،
باید شرایط ایجاد شود، باید مشکلات برطرف شود و احترام گذاشته شود. اما دو سال گذشت، نه شرایطی آمد مثل محدودیتی که ما هم در رسانه بودیم، محدودیت آمد گفتن که این کار را به این شکل انجام بتین، گفتیم خوب است برای ما مشکل نداره، ما هم این کار را میکنیم. اما تحصیل یک چیز عمده و حیاتی است که شما به ارزشش اشاره کردیم. چرا برازی باید یک میکانیزم جور نشه؟ چرا برازی یک سیستم جور نشه که بموشی و پیش بنان؟ حالا ما نمیتونیم، قبول دارم در جمهوریت شیوه درس خواندن یا بعضی کسایی بودن انگوش شمار که جامعه را یا تدریس را برده بودن به طرف دیگه، که حالا شما در مغایرت با نظم شما و سیستم شما قرار داره، ولی نمیتونیم با همه خواهران و فرزندان این کشور این کار انجام بدیم و این ظلم را در قبالشان بکنیم که از درس و تحصیل پس برن. اولا همو بعضی ها که شما گفتین کلان همین سیستم رو به چالش کشن، یک سری ذهنیت ها را ایجاد کردن. واقعیت است ما خود ما در زمانی که در سنگرها بودیم کاملا مخالف همین مکتب ها بودیم. خودم شخصا مخالف همین مکتب هایی که در دوره جمهوریت وجود داشت، چرا که ما از نزدیک می دیدیم شرایط را. در ثانی ما که در رأس تصمیم گیری ها، من خودم یک مجاهد معمولی است قرار ندارم و ثالثا کاملا به تصمیم امرای امارت اسلامی ما احترام داریم و احترامی که داریم به خاطر این است که ما اعتماد داریم. ما 20 سال با امرای خود اعتماد کردیم، ما را به بیراهه نبردن، انشالله از این به بعد هم به بیراهه نبردن. حتما یک تصمیمی پس در راه هست، یک برنامه در راه هست که ما نمیدانیم و صلاح نیست که ما بدانیم. درست. موضوع در و امید میبریم که پس در این فرصت این مشکل حل شد و فرزندان این کشور برن به ادامه تحصیل و علم خود، که بیشتر ما در این عصر نیاز داریم به علم و فرهنگ. جناب اکبری صاحب، اولا که بسیار تشکری میکنم از شما که برای دعوت ما لبیک گفتین و آمدین به برنامه ما. پادکست خیلی خوبی داشتیم و افتخار دادین برای ما. تشکر از شما، قلباً سپاسگزاری میکنم. زنده باشید. و در آخر برنامه پیامتان هم که شنیدیم برای بیننده های عزیز ما، میخوایم یک نعت بسیار زیبا که بر رسول اکرم ناجی بشریت محمد صلی الله علیه و آله و سلم باشه با ما بسراین که لذت ببریم. بله. محمد افتخار آفرینش، جهان معرفت دریای بینش، پناه پادشاهان و امیران، چراغ خلوت روشن ضمیران، دلش آینه هر دو جهان بود، به دو عالم چراز از وی نهان بود، براق آن شب که بر هفت آسمان راند، کدامین رمز و راز از وی نهان ماند، کند گر وصفش از مه تا به ماهی، کجا گوید کمالش را کماهی، جهان با شرع وی خرم بهشتیست، وگر نه دوزخ تاریک و زشتیست. بسیار تشکر اکبری صاحب محترم، زنده باشین، صدایتون همیشه رسا و جاوید باشه. اکبری صاحب محترم، کمری ما در خدمتتان هست، در آخر برنامه هستیم، گفتنی هایتان را داشته باشین به دوستان، بعد باز خدافیزی میکنیم و از حضور دوستان میریم. تشکر از شما و برنامه خوب شما. خواهش میکنم. خوشحال شدیم از اینکه لحظاتی رو با شما گذراندیم. همچنان. و اینکه توانستیم صحبت های خود رو به سمع و نظر بینندگان برسانیم و برای همه بیننده های شما و همه ملت افغانستان آرزوی خوشبختی، کامیابی، موفقیت و آرزوی سلامتی داریم. سلامت باشید. با تشکر مجددن از شما. زنده و سلامت باشین. خدا شما را عزت فراوان بده. دوستای عزیز، ای بود پادکست امروزی ما.
خوش شدم که با ما بودین و همیشه ما رو تعقیب بکنین و همچنان یک مورد من دوستا که طبیعتاً مایی برنامه ها را از طریق چینل پیش میبریم و او چینل من هست که از این طریق شما شاهد و بیننده هستین، لطفاً سابسکرایب بکنین، فالو بکنین، به خاطر که پرودوسر در گوش ما گفته میره که یادت نره میگه که اصلا کدام مصرفم نداره، کاست اضافی هم نداره بالای دوستان، من نمیفهم چرا سابسکرایب نمیکنن و زنگوله رو هم فشار نمیتن. لطفا این کارو برشان انجام بده که مو پرودوسر یا تهیه کننده ما از شما خوش باشن. بسیار تشکر، لطف کردین، با امید دیدار بعد. Thank you.